سلام خانم دکتر عزیز، ممنون میشم خیلی فوری بهم کمک کنید. من 39 سال دارم و 10 سال پیش با عشق با همسرم ازدواج کردم، ولی طی این مدت به خاطر خانواده ها و تفاوت دیدگاه ها خیلی عشقمون کمرنگ شده. البته از دیدگاه خودم صحبت میکنم. 3 سال پیش همسرم برای دکترا رفت پرتغال و مدت 1 ماه پیشش بودم. ازش تقاضای بچه کردم، قبول نکرد. تا برگشت ایران با درمان و پیگیری من مجبور استفاده از IUI برای باروری شدیم. پسرم تیر ماه سال قبل به دنیا آمد، ولی بعدش یه روز خوش ندیدیم. اختلافات بیشتر شد. هر دو طرف همدیگر رو مقصر میدونیم. ارتباط خیلی صمیمی و خوب نداشتیم تا 1 ماه پیش برای فرصت مطالعاتی همسرم اومدیم بوستون. هفته گذشته فهمیدم باردارم. شوک شدم. حقیقتا هنوز اتفاقات گذشته رو اثر بد گذاشته. بچه از همسرم نمیخوام، ولی خودش راضیه و خوشحاله، ولی من نه به فکر سقط جنینم. افتادم. نمیتونم این کارو بکنم. از طرفی جرأت و قدرت این کارو هم ندارم. خواهش میکنم کمکم کنید. به راهنماییتون نیاز دارم. من تصمیم داشتم برای دکترا و ادامه پروژه خودم برم دانشگاه. اینجا کلی برنامه ریزی کرده بودم، ولی حالا اصلا نمیشه. نمیدونم فکر کردن به آینده تحصیلی و کاری خودم خودخواهیه یا نه. آیا سقط جنین تو این شرایط درسته که فاصله سنی بچه ها کمه و همینطور ارتباط از روی عشق نبوده و بچه از همسرم رو هم نمیخوام؟ خواهش میکنم کمکم کنید. ای کاشکی که به من میگفتین که چند ماه بچه، چند هفته یا چند ماهش جنین، یعنی منظورمه، و همچنین تفاوت بچه، ولی مهم جنین چند وقتشه. متاسفانه اینجور که به نظر میاد رابطه زندگی زناشویی شما رابطه سالمی نیست. شما هم یه بچه الان این وسط دارید، حالا هم رفتین یه کشور دیگه و میخواین ادامه تحصیل بدید. جنین تا ماهای اول نباید نگران سخت، اگر اعتقادات مذهبی عقیدتی ندارید نباید زیاد نگران بشید که ماهای اول و هفته های اولش مشکلی نیست جنین انداختن. بهتر اینه که ما جنین رو بندازیم تا اینکه یه قربانی تحویل این جامعه بدیم، تحویل خود و جامعه بدیم. اگر که شما تصمیم ندارین برای زندگی کردن با همدیگه و مشکلاتتون خیلی پیچیده است و این بچه شما شده بچه ناخواسته، خب این بچه جنین یه مقدار که بزرگ بشه تمام احساسات مادر و صداهای بیرون رو میتونه ضبط کنه تو قسمت سابکانچسش، قسمت ناخودآگاه مغزش، و اینا میتونه تأثیرات خیلی بدی بذاره رو بچه. و دیدیم که بچه دار شدن هم بچه اولتون هم نه تنها سلوشن نشد، یعنی راه حل نشد، بلکه مشکلاتتون رو خیلی پیچیده تر هم کرد. حالا معنیشی نیست که بچه دوم بیاد، مخصوصا که بچه دوم و شما اصلا نمیخواین و احساس میکنین که با اومدنش جلوی رشد و پیشرفت پی‌اچ‌دی یا دکترای شما رو هم میخواد بگیره. پس این بچه میتونه خیلی آسیب بیشتر بخوره. البته انتخاب با شماست، تصمیم با شماست، ولی اگر بچه خیلی، یعنی خیلی بزرگ نشده، تا بیشتر از این بزرگ نشده، تصمیمتون هرچی سریعتر بگیرید. ولی اگر بزرگتر شده خب از طوله دیگه دیره، ولی اگر هنوز دیر نیست یه خورده جدیتر تصمیم بگیرید، برای اینکه این بچه فردا میشه یه بچه قربانی ناسالم که کلی هم باید دائما این احساس رو از شما بگیره یا از پدر بگیره، و یا اینکه تو یک خانواده‌ای که پدر مادر همدیگر رو دوست ندارن، و منم بچه ناخواسته بودم و هستم و جلوی پیشرفت مادر را گرفتم، خب اگه اینجوری این احساس به بچه وارد بشه در آینده، که ما وقت چطور خودمونو ببخشیم؟ انداختن، چون من مذهبی حرف نمیزنم، من علمی حرف میزنم، انداختن جنین مخصوصا در هفته های اول هیچ اشکالی نداره، خیلی بهتره تا اینکه قربانی تحویل بدیم و بعد هم خودمون گیر کنیم هم یه فرزند قربانی تحویل خود جامعه‌مون بدیم. و گود لاک عزیزم.